آشنایی با نوار ابزار استاندارد در محیط کاری آرکمپ. نوار ابزار استاندارد همونطور که قبلا هم گفتیم این قسمت میشه که ما میتونیم نوار ابزار رو جابجا کنیم. کافی از این قسمتی که 4 نقطه هست کلیک کنیم، موس به حالت 4 گوش که در اومد میتونید نوار ابزار رو جابجا کنید و محلی که میخواین قرارش بدید. اولین گزینه برای اینه که شما یک صفحه کاری جدید رو به محیط نرم‌افزار فراخوانی کنید. اوپن برای اینه که شما به محیط پروژه های ذخیره شده قبلیتون برید و پروژهتون رو به محیط نرم‌افزار فراخوانی کنید. سیو برای سیو کردن تغییراتی که اعمال کردید. پرینت، کپی، پیس و دیلیت هم که برای کپی، پیس و دیلیت کردن عوارضتون استفاده میشه. آن دو برای صرف نظر کردن از تغییراتی که اعمال کردین انجام میشه. به عبارت همون کار کنترل زد رو انجام میده و برمیگرده یک مرحله به عقب و ریدو برای صرف نظر از عملیات انجام شده توسط ابزار آن دو استفاده میشه. اد دیتا مهمترین قسمت هست که از این قسمت ما داده هایی که میخواییم روی اون کار کنیم و محیط کاری نرم افزار فراخوانی میکنیم. کافیه که برای Add Data کلیک کنید. وقتی که برای Add Data کلیک کردیم و پنجره Add Data باز شد، میتونید به پوشه ای که داده هاتون در اون هست مراجعه کنید، باز کنید. برای مثال من شیف فایل اردبیل، استان اردبیل رو اد میکنم. قسمت بعدی Map Scale هست که مقیاس نقشه رو نمایش میده و شما میتونید مقیاس نقشه رو متناسب با نیازتون تغییر بدید. Editor Toolbar برای فراخوانی ابزار Editor در مواقعی که میخواید روی نقشه ویرایش رو انجام بدید استفاده میشه. بعضی مواقع ممکنه که Table of Content ما بسته بشه و خب ما برای اینکه با نقشه ها کار کنیم و لایه ها رو انتخاب کنیم نیاز داریم که Table of Content مونو مشاهده کنیم و نقشه های مورد نظرمون رو انتخاب کنیم. کافیه که برای تیبل آف کانتنت کلیک کنید تا تیبل آف کانتنت دوباره نمایش داده بشه. در این قسمت با نوار ابزار استاندارد آشنا شدیم.